کوچ ایرانیان. با درود به همیهنان گرامی، همانطور که در برنامه گذشته اشاره داشتم، در این برنامه مستند و مستقل میپردازیم به مسئله کوچ بزرگ ایرانیان. مستقل از این جهت که بار مسئولیت این برنامه به دوش تهیه کننده تلویزیون ایران فردا نباشد. کوچ ایرانیان تاریخ شفاهی مهاجرت قومی است که از سال 1357 یعنی 1979 وطن خودش را ترک کرده و ما در این برنامه از زوایای مختلف این مهاجرت اجباری را مورد بررسی قرار می دهیم. ما علاوه بر این که به نابسامانی های این کوچ می پردازیم، به دلایل وقوع آن هم خواهیم پرداخت. به هر حال کشوری در اثر حرکتی که آن را انقلاب نامیدند دگرگون شده و قشری از ملت نتوانستند بار این دگرگونی را تحمل کنند و این چنین است که ترک وطن کردند. از آن جمله خود من که در مقابل شما نشستم. اگر خاک من از دست بره جایی ندارم، دل مونده برنامه دیگر ندارم. ایران ایران سرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من. ایران ایران سرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من. در برنامه امروز می نشینیم پای صحبت دکتر ماشاءالله آجودانی، استاد دانشگاه در اصفهان که تا 7 سال پس از انقلاب در ایران تدریس می کرد ولی به ناچار مجبور به ترک وطن شد. او در خارج از کشور همیشه به تولید فرهنگی پرداخته و چندین کتاب در ارتباط با مسائل ایران منتشر کرده است، از جمله یا مرگ یا تجدد که مهمترینش به نظر من مشروطه ایرانی است. دکتر آجودانی بنیانگذار بزرگترین کتابخانه ایرانی در شهر لندن است که این خود عامل حفظ فرهنگی است که طی این سالها در کشور ما متاسفانه به تاراج رفته. می نشینیم پای صحبت این استاد دانشگاه در لندن. دکتر آجودانی، بفرمایید چه عواملی باعث شد که شما چندین سال پیش ایران رو ترک کنید و به خارج از کشور مهاجرت کنید؟ بله، من اول باید بگم که این مسئله مهاجرت رو من خیلی قبول ندارم، برای اینکه مهاجرت یه امر آگاهانی برای یک مدتی یا برای تغییر محل زندگی و بالاخره با برنامه ریزی هست و بر سر با فکر و تأمل بر سر مثلا زمان مشخصی آدم دست به کاری میزنه برای اینکه مهاجرت بکنه به کشور دیگه. من البته به همین جهت میگم منظور من مهاجرت نیست، نمیتونه معنای مهاجرت داشته باشه، برای اینکه مهاجرت یه مفهوم مشخصی داره. من در ایران در دانشگاه اصفهان درس میگفتم وقتی که انقلاب شد و اونجا مربی گروه زبان و ادبیات فارسی بودم در دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان. اصفهان محیط بسیار متعصب بود، جو سیاسیش بسیار ملتهب بود و اون زمان دانشگاه هم در واقع محل نزاع و برخورد قدرت‌های سیاسی بود و آدم‌های مثل منو کمتر می‌دونستن تحمل بکنن، یعنی آدمی که مستقل باشه. و من خب بالاخره کسی بودم که با مثلا ظاهر عامل به احکام نداشتیم مثل دیگرانی که برن مسجد بیان سینه بزنن، این کار نبود. و چون هم در تدریس شیوه تدریس هم آدم مستقلی بودم و حرفای خودمو میزدم و یکی از گرفتاری های من این بود که اونجا حافظ درس میگفتم، شاهنامه فردوسی درس میگفتم و بعد هم ادبیات مشروطه و معاصر درس میگفتم. خب ببینه همه اینها بحث برانگیز. راجب چه سالی صحبت میفرمایید؟ من سال 1358 در دانشگاه اصفهان دارم صحبت میکنم و تا سالهایی که دانشگاه تعطیل بشه من اونجا تدریس میکردم و شاهنامه فردوسی درس میدادم و حافظ درس میگفتم. البته درسهای دیگه هم
بود. ولی خب شما در نظر بگیرید که خود حافظ کلی مسئله داشت درس گفتنش اینا. مثلا یکی روز یه دانشجو از من پرسید که حافظ به ولایت فقیه معتقد یا نه. گفتم نه، حافظ از سنی بود. ولایت فقیه بحثش چیه؟ جدیده و هیچ ربطی به حافظ نداره. حافظ نمیتونست به ولایت فقیه معتقد باشه و صحبت کردم راجع به این قضیه. بعد این دانشجو بعد از کلاس اومد به اتاق من و دستت کتش کنار و آدمی بود که لقوه‌ای هم بود بیچاره و من اسلحه رو دیدم بکمش که من در جبهه جنگیدم و کلی ها رو اونجا چند نفر رو کشتم، تیر خلاص دادم به خاطر اینکه با ولایت فقیه مخالف بودم. حالا چجوری امروز من بیام اینجا سر کلاس ادبیاتی به من درس بدن که شاعرش با ولایت فقیه مخالف بوده باشه، معتقد ولایت فقیه نبود؟ خب شما ببینید تو این جبهه ملتهبی که مرتب دانشجوها میخوان برن جبهه جنگ، بعضی هم طلبکارن که نمره بگیرن، یارو دانشجو میاد با شما چیکار میکنه؟ اینجوری برخورد بود. یا من داشتم شاهنامه فردوسی درس میادم و صبح پیش باید میادم سر کلاس. خوب یادمه که کلاس های شاهنامه من ساعت 8 صبح شروع میشد، من اون روز تأخیر داشتم، یعنی از کوی استادان دانشگاه که باید میادم سر کلاس 2 دقیقه دیرتر مثلا داشتم میرسن. اگه یادتون باشه قبلا اخبار ایران سر ساعت 8 صبح دقیقا. آقای خامنه‌ای اون وقت رئیس جمهور بود، سخنرانی کرده بود راجع به شاعران. اخوان سالس گفته بود که ما له قدرت نیستیم، علیه قدرتیم، بلکه شما همه نوکران قدرت بودید، از فردوسیتون گرفته همه تون نوکر بودید، فلان بودید. و شروع کرد بد و بیراه گفتن حتی به فردوسی. من میدونستم که اگه امروز برم سر کلاس 2 دقیقه دیگه حتما مسئله خواهم داشت که آقای خامنه‌ای این چیزها رو گفتن راجع به شما. من رفتم سر کلاس در همون جمهوری اسلامی و اینو تمام دانشجویانی که اون روز بر سر کلاس من بودن و دانشجویان دیگه که بر سر کلاس من نبودن میتونن شهادت بدن. الان برگشتم از من سوال کرد که آقای دانشجویی که نماینده انجمن اسلامی بود که شما صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو در مورد شاهنامه شنیدین؟ گفتم بله. نظرتون چیه؟ من قدم زدم، همیشه هم درس میادم قدم میست. باور کنید یه لحظه فکر کردم الان سکته میکنم اگه حرفم نزنم. برگشتم گفتم که من فکر میکنم آقای خامنه‌ای صلاحیت از رو خوندن شاهنامه رو نداره و تشخیصی هم که داره میده حرف یاوهیه، حرف بی ربطیه و شاهنامه نمیشه. و شروع کردم اون روز در مورد شاهنامه صحبت کردن. رازو به 1.5 ساعت من همینجوری حرف زدم. این تمام این راه رو پر دانشجو بود. خب اینا مسائلی بود که ما اونجا داشتیم و خطراتش هم زیاد بود. یکی از کارهایی که کرده بودن این بود که مرتب تو اتاق من، حالا حزب توده رو این موقعی که میگم به اصطلاح تعطیل کرده بودن، خب ولی نشریه حزب توده رو پست میکردن برای من که بگن آقای آنجدانی توده ایه، در حالی که من عضو هیچ سازمان سیاسی نبودم، هیچ وقت نبودم و هنوزم که هنوزه هیچ وقت عضو هیچ سازمان سیاسی نیستم. اون شرایط خفقان و به خصوص من که سابقه سیاسی در دوره شاه داشتم و در دوره شاه در زندان بودم، با وصفهایی که از زندانهای جمهوری اسلامی میشنیدم هرگز نمیتونستم زندان جمهوری اسلامی رو تحمل بکنم. این جو اختناق و این پرونده سازی که میکردن، تا اینکه چند بار درگیری ایجاد شد و منو بر سر امتحان حافظ، همین زمانی که این کاغذ ها رو میفرستادم مال حزب توده که میخواستم منتسب بکنم به مثلا حزب توده، سر جلسه امتحان حافظ منو ممنوع تدریس کرد. وقتی ممنوع تدریس کردم منم زیرکی کردم، همونجا سر جلسه گفتم دوستان این جلسه امتحان که تموم میشه بنده از این به بعد دیگه در خدمت شما نیستم، اگر بار گران بودیم و رفتیم، چون من ممنوع تدریس شدم. جلسه به هم خورد. دانشجوها شروع کردن چی؟ اعتصاب کردن، تظاهرات کردن، رفتن سراغ رئیس دانشگاه. اینا کار
اون وقت کار مشکلات شهری رو داده بودن به پلیس، به شهربانی داده و از سپاه گرفته بودن به دلیل. شهربانی اومد برای تحقیق، دانشجو رفتن برای رئیس دانشگاه، رئیس دانشگاه هم آقای رسمجو بود، یک آدم بی فرهنگ، پزشک بی فرهنگی که هیچ چیز، یک دگمه مذهبی عقب مونده بی فرهنگی بود. میگم پزشک خوبی بود ولی یعنی همه میگفتن جراح خیلی خوبیه ولی اصلا صلاحیت اداره دانشگاه نداشت. بعد این آدم منو صدا زد، منم استعفای خودم دادم، اصلا گفتم که من استعفا میدم که بیام کنم. من صدا زد گفت که شما فکر میکنید که میتونید استعفا بدین نجات پیدا کنید، استعفا هم بدین مثلا برین تهران بقالی باز بکنید، مکانیکی باز بکنید، باز ما انگشتمون رو سر شماست، بیلیتون نمیکنه. اینا میخواستن من ممنوع تدریس کرده بودن، میگفتن که عبرتا للناظرین ایشون ممنوع تدریس باشه تا استادای دیگه حساب خودشون بگیرن، برن تو کتابخانه بشینه کار بکنن. منم زیر بار این نرفتم، گفتم استعفا میدم. این تظاهرات دانشجویی که به نفع من شده بود، خب رفتن رقیه رئیس دانشگاه رو گرفتن، حتی بچه های اسلامی که این معلم خوبی، حالا مثلا میگفتن معلم باسواده، چرا مثلا این معلم باسواد ما از دست بدیم، برای که خیلی از معلم های باسواد هم از دست داده بودن. به صورت من دیدم که شرایط بسیار شرایط خفقانه آوریه، تهدید جانی میکردن که میکشیم مثلا تو راه بچه تو لطمه میزنیم، اینا همین حزب اللهی ها، دانشجویان حزب اللهی. از اون ورم که این نشریه حزب توده رو مینداختن اینا، بالاخره فکر کردیم که یک جوری از مملکت بریم بیرون، یعنی خودمون رو نجات بدیم. کابوسی که من داشتم اینه که اگه یک وقتی دست جمهوری اسلامی بیفتم تو زندانهای اسلامیشون بخوام زندانی بکشم، برای من وحشتناکترین چیزا بود. باور کنیم مدت ها تو خونه قدم می زدم که این یکی رو دیگه نمیتونم تحمل بکنم. میدونی یعنی واقعا آدمی که زندان شهر دیده بود فکر میکرد خب با این زندان اسلامی با عقاید اسلامی هی شما رو ببرم حسینیه ارشاد، هی نمیدونم فلان آیه قرآن بذارم، نمیدونم فلان، اینا دیگه اصلا مغز آدم رو معیوب میکرد. شرایط اونجوری هم که بود تو دانشگاه، فکر کردیم که اگر راهی پیدا بکنیم دردیم از مملکت، بریم بیرون، بریم بیرون، نه به قصد مهاجرت، یعنی بریم ببینیم چی میشه. مثلا یه جایی بریم، تنها جایی که بود انگلیس بود، چون خواهر زن من در انگلیس زندگی میکرد، باجناق من در انگلیس زندگی میکرد. ما رفتیم خودمون رسوندیم به ترکیه، به ترکیه هم ویزا گرفتیم. هیچ وقت یادم هم نمیره وقتی بزن... از راه کوه رفتید یا نه؟ نه ما با اصلا پاسپورت. با پاسپورت با اتوبوس رفتیم ترکیه. رفتیم دو سه بار، همین کشمکش هایی که من تو دانشگاه اصفهان داشتم، بدونی که به کسی بگم یا باشه که میرفتیم ترکیه سه. ولی چیز نبود که، پرونده ای من نداشتم که. میرفتیم ترکیه، بالاخره در ترکیه به ما ویزا دادن که بیایم خانواده خواهرمو در اینجا چیکار کنیم. ببین اونم یه داستانی داره، باور کنی سه روز ما اونجا چه کشیدیم تا این ویزا رو وقتی به ما دادن دفعه سوم. من وقتی که از ایران می اومدیم بیرون، سوار هواپیمای همای ملی، هواپیمای ملی ایران شده بودیم و با پاسپورت ایرانی هم اومدیم بیرون، نه از کوه رفتیم نه از جنگل رفتیم، ویزا داشتیم. ولی باور کنید وقتی از آسمان ایران رفتیم بیرون، زن من میگفت چرا حرف نمیزنی؟ گفتم هنوز نه، باور نمیکردم، یعنی هنوز حاضر نبودم که بپذیرم من از اون جهنم وحشتبار خونبار حکومت اسلامی نجات پیدا کردم. اون موقع تو ایران که بودیم، هر روز رادیو که اخبار میگفت ساعت دو، میگفت مثلا 30 نفر اعدام کردن، من میدم 10 نفرشون از دوستان من بودن. فضای وحشتباری بود، فضایی بود که هر جا شما میرفتین چی بود؟ حالت خفقان، حالت مرگ، حالت تهمت، حالت توهین. اصلا چیزی نبود که یه آدمی مثل من بتونه در اونجا چکار کنه، دوام بیاره. وقتی که اومدیم پا رو گذاشتیم تو فرودگاه لندن، باور کن بعد از سالها نفس راحت کشیدم. من 7 سال تو اصفهان بعد انقلاب درس داده بودم، ولی دفعه اول احساس کردم آزادی یعنی چی. فکر کردم اینجا کسی نمیخواد مغز منو کنترل بکنه، ذهن منو، زندگی منو،
کنترل بکنه. این خلاصه داستان بود. سال 65 بوده، 65 شمسی از ایران اومده. دکتر راجدین، چه عواملی باید به وجود بیاد که شما مایل باشید یا بتونید به ایران دوباره باز کردید؟ ببینید، واقعیت اینه که من آدم سیاسی اونجوری نیستم. یعنی خیلی وقتا هم روسانی به من پیشنهاد دادن که آقا برگرد به مملکت اینا، ولی من فکر نمی کنم که دیگه الان در شرایط سنی نیستم که برگشتن مثلا بخوام برم در ایران کار بکنم یا زندگی بکنم اینا، برای که من اینجا، بچه هم اینجا هستن، نحوه من اینجاست، ولی دوست دارم مملکت هم ببینم. داخل میتونه اینجوری سوال بکنیم که چه شرایطی میتونه باشه که شما برید تو مملکتتونه ببینی؟ اگر هم خواستیم مثلا 6 ماه بمونی اونجا خدمتی بکنی، چه شرایطی باشه؟ اون شرایط این که این حکومت نباشه، این حکومت پلیسی و این حکومت امنیتی نباشه که شما روز که برید فلونجا، شب که بخواییم برگردید خونه، مطمئن باشین که بر میگردید. امنیت جانی دارید، امنیت اجتماعی دارید، امنیت سیاسی دارید. و این اگر برای مملکت ایجاد بشه، اون وقت بنده ممکنه بتونم برم مملکت هم ببینم. با این شرایط من فکر نمی کنم همچین کاری رو بکنم، یعنی همچین جنایتی رو در حق خودم خانواده هم بکنم که با بیرون بست. نه، برای اینکه معلومه دیگه وقتی یه آدمی مثل من برگرده به ایران، با اینکه کار سیاسی هم نکردم، سر کار فرهنگی میگه من داره میگیرم. جاری یه نکته بگم تموم بکنم. وقتی در دوره خاتمی مشروطه ایرانی در ایران منتشر کردن، ظرف دو سه ماه به چاپ دوم رسید. بله، به چاپ. یکی از دوستان به من زنگ زد، یعنی من بهش زنگ زدم بعد سالها که باش حال احوال بکنم اینا، یعنی شمارش تصادفی پیدا کردن، گفت مبادا فکر بکنیم کتابت اینجا چاپ کردن، بلند شو بیا اینجا، بلند شو بیا اینجا، بزرگترین تکه گوشت بدن گوشتت. به من میگه نه گول این حرفا رو نخوره. اینا منظور من اینه که تا شرایط اجتماعی که شما احساس امنیت نکنین، من از اون جهنمی که فرار کردم احساس امنیت نمیکردم، تا نتونم احساس امنیت بکنم بر نمیگردم به مملکت. با سپاس بسیار فراوان از شما. خیلی متشکر، قربان شما برم. خیلی ممنون. امروز با دلایل گریز یک استاد دانشگاه از کشورش آشنا شدید. بگذارید در هفته آینده بنشینیم پای صحبت اولین رئیس جمهور کشور که او هم به خارج از ایران پناه آورد. جالب است نه؟ رئیس جمهور کشور انقلاب زده‌ای که خود در رأس انقلابش بوده، چگونه ترجیح می‌دهد که میز ریاست جمهوری را ترک کرده و به کشور فرانسه پناه بیاورد. ما خب اینجا خطر کمتر از ایران نبوده برای ما. درست. ما الان هم در شرایط ترور زندگی میکنم و حالا الان این پنجره رو به خاطر حضور شما باز کردن، ولی این پنجره ها تو بالا همجور بسته است، این یک زندانی. این زندگی رو منش شکایتی هم ندارم، مبارزه است، این هم جزشه. و ما در اینجا میپردازیم به مشکلاتی که ما در 33 سال قبل برای پایگذاری اولین تلویزیون ایرانی در مقابل خودمان داشتیم. در آن زمان در مقابل ما جامعه‌ای از هم گسیخته و آواره ای را میدیدیم که به لس آنجلس پناه آورده بودند و ما مجبور بودیم خواستهای این تماشاچیان ناآرام را در نظر بگیریم. در این بین به عنوان یک رسانه همگانی آینه جامعه هم باشیم. در روزهای نخست کار ما دو جوان با استعدادی به من رجوع کردند که سابقه بازیگری داشتند و همین امر باعث شد تا ما مسائل من را با امکانات بسیار ناچیزی که در آن روزها داشتیم در چارچوب برنامه‌های نمایشی پیاده کنیم. در آن زمان رفیق خاچاتوریان یک مغازه ساندویچ فروشی داشت و اردوان مفید هم در یک مکانیکی کار می‌کرد. این دو زوج بسیار مناسبی را در برنامه ما تشکیل دادند و توانستند تا مدتی از بار آن همه فشاری که جامعه از هم پاشیده غربت گزیده بر دوش ما میگذاشت کم کنند. با ارائه این میان پرده ها شما شاهد مسائل و حال و هوای 33 سال پیش لس آنجلس میشوید. من هنوز هم مدیون این دو همکارم هستم.
گوجه فرنگی هم یادت نره. اگه هر روز اینجا میخوری که میدونی که گوجه فرنگی داره، خیارشور داره، کالباس هم سیر داره دیگه. میخواستم اذیتت کنم، نگاه کن، خیارشور، گوجه فرنگی، کالباس سیردار، اینجا میدونی اینجا من یاد چی میندازه؟ نه میدونی، آخ جان، غم، چای، به قربانت، نگاه کن شکر، به این میگن شوگر. بابا این قند حبه یه خودمون عزیز من، گوش کن، من وقتی که میام اینجا پلتو ها خیال میکنم تو باغ شمرون گرفتن باشم، یادم میره که تو این مملکت خراب شدم. لطف داری آقا، یه خبر دارم برات. خبر خوب؟ ما بهتر از اینه میریم ها؟ کج بابا، اون که خبر قدیمی عزیز. گوش کن آقا، تو این اواخر گوش کنم، بگی بشین، بگی بشین، یه دقیقه ما اومدیم، بگی بشین دیگه، من زود غذا میخورم میرم. این اواخر برنامه تلویزیونی دیدی یا ندیدی؟ هر شب نگاه میکنم، اینجا که میرم خونه یه راست تلویزیون رو وا میکنم، میشنم تخت نگاه میکنم تا ساعت 12 شب. نه اونا، نه اونا، یه برنامه خاصیه. آره فهمیدم، 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 دستت درست، به نیلو میگی. بابا عالیه، عالیه، اونجا که اینجوری میکنه اونو نمیگم که من، اون یکی بر جانی کارسونه رو میگی، اون زنه رو میگی که کمدیانه، اونم قشنگه. بابا جون منی که خیارشور دوست دارم، منی که نون بربری دوست دارم، میرم میشم جانی کارسون تماشا کنم. نه جانم، این برنامه خاصیه. برنامه تلویزیون ایرونیا رو تا حالا دیدی یا ندیدی؟ برو بابا، برنامه تلویزیون ایرونیا چی چی؟ برو بابا، یه چیزایی راجبه شنیدم. آره برنامه رو دیدی یا ندیدی؟ بی خودی نگو همچنین. آخه میگه نمیگیره که 500 600 دلار خرجش کرد، ما 600 700 دلار رو خرج کردیم که بگیره، میگم نگیره. کی هم چه حرفی زد 600 700 دلار؟ یه دونه یه دلاری از این گردالیا میگیری میچسبونی به تلویزیون، تموم میشه. تازه وقتی که صداشو بشنفی این تارای قلبت تکون میخوره. ببین عزیزم، لام دفعه پیش میدونی چیکار کرد؟ صدا رو که باز کردیم سوسن شروع کرد به خوندن. صدای گوگوشو گذاشتن، چه میدونم پرویز، صیاد، کاردان، اینا اون زنم اینا نشسته بودن، عشق تو چشم پر شده بود. خودم هم گفته نگفته پیش تو باشه، عشق تو چشم پر شده، بلند میشم میرفتم بیرون. دلم میخواست یه دونه دوربین بود از تو خونه ما فیلم برداری میکرد. آهنگ گذاشت بچه ها برشتن به رقصی، نمیدونی چی بود. ما ول کن عزیزم، اینا رو ول کن. اولا که هرچی بدبختی داریم میکشیم از ایرونی بودنمونه. درسانی تازه این سرصدا خوابیده، اینا الان اومدن اینجا سرصدا راه میندازن، بازم باعث بدبختی اون میشه. چرا بلکو بابا، اینا رو من میشناسم دیگه. مرد حسابی، کدوم بدبختی؟ 24 ساعت در روز این تلویزیونی که جلوی توه داره به صدای انگلیسی و زبون انگلیسی پخش میکنه. یه ساعت تو هفته، یه نیم ساعت بوده حالا شده یه ساعت، یه ساعت تو هفته میگیری میشینی با زبون فارسی گوش میکنی. لامصب تکونت میده، یه دفعه تو باید گوش بکنی تا بفهمی چی شده. چرا الان که تو میگی که میشی برام چشمون پر اشک بره، خب اینا میخوان از احساساتمون استفاده کنن. من اینا رو میشناسم، ببین جونت و جون من، اینا همون ساواکی های سابقه، من اینا رو میشناسم دیگه. پلی من اینا حرفا رو نزن دیگه عزیز من، هر کسی دست به هر کاری بزنه مگه ساواکی باید باشه؟ ببین میگم، تو الان نگاه نکن من جدم ساندویچ میفروشم، چای میفروشم، کت میفروشم. خب من با اینا بودم، با اینا بزرگ شدم، تو اینا بودم، با اینا رفتم اومدم، اینا رو من میشناسم. از اینا به ما خیلی نمیرسه، اینا همونا هستن، اونجا اونجوری ما رو میدوشتن، حالا هم اومدن اینجا اینجوری. اگر بله. تو بخوای اینجوری فکر بکنی پس هیچ چی نباید دست به هیچ کار مثبتی بزنه. آقا جون من، پول خرجی میکنن که بلنشن تلویزیون. چه پولی بابا، اینا اینا رو گذاشتن اینجا که حتما پولاشون تکش اینجوری میخواست ملت پول بگیرن. چی داره میگی؟ ببین ببین چی میگم، اینا الان درست دستشون و انگشتشون جای درستی گذاشتن، درست دارن از احساسات ما استفاده میکنن. مطمئنم فردا پس فردا وقتی که کیسه رو پر پول کردن ها، همچین غیبشون میزنن که همونطور که نفهمیدیم از اونجا چجور غیبشون زد اینجا. بابا حالا بپرسی که حتی تبلیغاتشون ده بیست هزار دلار خرجشه دیگه. بله خرجشه، ده بیست هزار دلار تو میدی برای یه تبلیغ؟ مسلمه نمیدم، من چرا بدم؟ اینا میان از آدمایی مثل تو استفاده میکنن، از شما هم میگن. من رو میتونه خرج کنم؟ مگه میشه یه ساعت برنامه رو بگردونی با چهار تا دونه تبلیغ بگردونیش؟ جون من عشق دارن، دوست دارن که این ایرونی ها بشینن یه ساعتم برنامه تلویزیون ایرونی ببینن. اینا عزیزم، اینا همون ساواکی هستن، دست از این مسخره بازی ها بردار. این حرفی که من میزنم باور کن. تا کی؟ تا کی عزیز من؟ دوست من، تو رو دوست دارم، میام اینجا. تا کی میخوای بگی ساواکی ساواکی؟ تموم شد. اگه ما اینطوری باشیم تا آخر عمر من میگم بدبختیامو داریم از اینا میکشیم. چی چون تموم شد؟ کجاش تموم شد؟ من که به این روز افتادم کجاش تموم شد؟ مگه ما چه روزی داریم؟ خب همینه دیگه، اونجا گذاشتین از شما استفاده کرد، اینجا هم که صداتون در نمیاد
من به تو یکیشون روزنامه با کرده، یکیشون مجله، یکیشون رادیو، این یکی هم ولی تلویزیون. من این یکی رو خوب میشناسم، من این یکی رو میشناسم، بی خودی که خودم اینجا پاره نمی کنم. ما که به هر کدوم به تو رسیدیم گفتی من میشناسم میشناسم. یادت هفته پیش تلویزیونی اومد رادیویی در اومد گفتی من میشناسم سواکیه، روزنامه در آورد گفتی سواکیه. خورد میده خب حتما بودن که تا نباشد چیزکی که مردم نگوید چیزها که تو این بابا رو از کجا میشناسی؟ من میگم با اینا بزرگ شدم، تو اینا بودم، الان اومدی به من داری حرف میزنی؟ عزیز من تازه کدوم صیاد کدوم گوگوش اینا همه کشته شدن رفتن. همینه که نمیگی کجا کشته شدن. پرویز صیاد تو این مملکت الان رفته داره روزنامه اختاپوس باز میکنه. گوگوش سالم تو ایران. من اینا رو میگم کشتن که چی کشته؟ من به تو قول میدم این برنامه موفق میشه به کوری چشم صدها هزار نفری که هر کی شروع کرد گفتن سواکیه شروع میشه. میبینیم که موفق نه جان من امکان نداره. آخه اینا این برنامه آبروریزی. آخه تو ببین تو این مملکتی که هر یه دونه ساندویچ فروشیش یه دونه شومن داره، این میخواد بیاد با اون پرویز سعید با اون قدش، نمیدونم قاطبه اون لهجهش، نمیدونم اینا میخوان بیان اینجا کار بذارن. خب آبروریزیه دیگه. چرا آبروریزی؟ میخوان رقابت کنن. چرا ماها رو کوچیک میکنی این چهار تا آدمو میبری بالا؟ مگه چه اتفاقی افتاده دیگه؟ آخه با این غولهایی که اینا دارن ماها با چیکار میخوایم بکنیم؟ چی میخوایم نشون بدیم؟ تو فکرشو بکن یه امریکایی بیاد برنامه ما رو ببینه، خب میخنده دیگه. غلط میکنه که میخنده دیگه. غلط میکنه که من چی میگم؟ ببین من چی بهت میگم. Alright, but you know what it says. یعنی Oscar Costello. Yes sir. Oscar Kim, this name is very near to my tongue, huh? Sure. Yani, I know this name. Who is this name? But yeah. I don't know Kim, yani, who is this name? Okay, sir, if do you want me to check with the post office or what? Excuse me? Do you want me to go ahead and check with the post office? No, one moment, please. I asked my wife. Okay. Maybe she knows that who is this Oscar Costello. Oscar Costello. Oscar. One moment, please. Okay, sure, sir. Jada!